سلام میکنم خدمت شما دوستای عزیز. بچه ها رسیدیم به یه ویدیو خیلی مهم که بعید میدونم هیچ کدومتون راجع به این ویدیو چیزی بدونید، هیچ کدومتون. یعنی اونقدر این ویدیو مهمه که هیچ کجا براتون هیچی نگفتن، حتی من خودمم یک ماه متوجه شدم. قبلش بهتون بگم که این ویدیو به همراه یه ویدیو دیگه آپلود شده، حتما برید ببینید. حالا یا این ویدیو آخریه یا اون یکی آخریه، حتما کانال رو نگاه کنید و دوتا ویدیو رو ببینید. من یادت بهتون گفتم چین یه راه خیلی ساده رو گذاشته برای بچه های ایران و کلن جهان و شما میتونی بری اونجا تحصیل بکنی و کلی موارد دیگه. حالا گوش کنید. شما میتونی یک سال بری زبان چینی بخونی، بورسیه کامل بشی، از قبل رزرو بکنی، حالا از طریق پیج های اینستاگرام و مؤسسه ها، و خب هزینه بالایی هم میگیرن دیگه، میتونی رزرو بکنی و بعد پذیرش میشی. یک سال زبان چینی بهتون یاد میدن، به انگلیسی پولم بهتون میدن، ماهی 1000 یوان، یعنی تقریبا ماهی 6-7 میلیون، زندگیتون رو میگذرونید و بعد از اون وارد دانشگاه میشید که اگه نمره زبان چینیتون بالا باشه کامل بورس، هم خوابگاه هم دانشگاه. اما من اینا رو شنیده بودم و گفتم واو چقدر خفن و چقدر کول. اما مشکلات زیادی وجود داره. مشکل اول اینه که شما وقتی که میخوای وارد چین بشی آبش تصفیه نشده است، یعنی آبی که تو لوله هست و شیراب هست تصفیه نشده است. یا باید تصفیه کننده آب بگیری بذاری زیر چیزت و از آب تصفیه شده استفاده کنی، یا نه بری سراغ آب معدنی، یعنی هزینه آبم میاد روی شما. مورد بعدی که وجود داره، شما حالا بعد از اینکه وارد چین شدی، خب میدونید دیگه بهتون پاسپورت نمیدن مگر اینکه ازدواج کنید اونجا، که خیلی پروسه طولانی و سختی داره، بهتون اصلا پاسپورت نمیدن و فقط ویزاتون تمدید میشه. و بعد از اینکه شما مثلا به بدبختی زبان چینی رو یاد گرفتی، حالا باید جمع بکنی بری اروپا، تازه شروع بکنی درس خوندن و یعنی ادامه درس خوندن، مثلا ارشد تو بری اونجا، پذیرش میشی و باید تازه زبان اون کشورم بلد باشی. یعنی مثلا میگم میخوای بری اسپانیا، زبان اسپانیایی هم باید یاد بگیری، خب چون مشخصه دیگه باید زبان اسپانیایی هم یاد بگیری. این مورد اول هستش. مورد دوم بچه‌ها فیلترینگیه که توی چین وجود داره که نسبت به ایران کمتره اما سخت‌تره. خب یعنی شما مثلا من یوتیوبر میخوام برم اونجا، نمیتونم دوباره حساب ارزی باز بکنم و اون حسابو مستقیم بدم به یوتیوب، بگم آقا یوتیوب تو خودت مستقیم پولو بریز حساب من. اصلا قبول نمیکنه. چین جز کشورهای فیلتر کننده و فیلتر شده است، یعنی هم یوتیوب فیلترش کرده هم خود چین فیلتر کرده. خب به خاطر همون، چون فیلتر کلن از چپ و راست و برای هر کدوم از برنامه ها یه برنامه چینی وجود داره، برای تیک تاک، برای اینستاگرام، برای یوتیوب یه برنامه جدا وجود داره برای چین، به خاطر همون خیلی مشکله بچه ها. یعنی شما باید دوباره فیلتر شکن استفاده بکنید، دوباره حتی ممکنه گاهی اوقات از ایران هم بدتر بشه. اوکی؟ خیلی ممکنه بدتر بشه. پس فیلترینگ شدید، آبش تصفیه شده نیست، شما باید آب بگیری هی برای خودت بخوری. مورد بعدی، چند تا از دوستا که رفته بودن به خاطر حالا خب خیلی از ایرانی ها، خیلی که نه، یه تعدادیشون حساس بدنشون، یعنی 100% با شرایط منطبق ایران اوکی شده، ولی چی شده بودن؟ سنگ کلیه گرفته بودن که چند روز بیمارستانن و دارن هی این ور اون ور میرن و بهشون گفتن که خب اوکی، لیزر کرده بودن از دور و حالا دارن میدونن این بچهای چی بهشون بگم، این بچهایی که شانس نداشتن و که اون سنگ هایی که خورد شده رو بدن بیرون دفع بکنن و خیلی بد بود به خاطر اینکه املاح آب به شدت بالاست، حتی آب معدنی هاشون، و باعث میشه شما سنگ کلیه بگیری اگه بدنت حساسه یا اگه سابقش رو داشتی. و به همین خاطر پیشنهاد میدم که کلن بیخیال چین بشید و با اینکه هزینش پایینه، خب ببین هزینه پایین یعنی چی؟ هزینش هم پایین نیست، مثلا تو بورس میشی 70 تا 100 میلیون تومان هزینه بلیط پرواز ایران به چینه، در حالی که همینو بخوای بری اسپانیا، بری رومانی، بری آلمان، بری ایتالیا، بری اروپا، بین 20 تا 30 میلیونه. خب و 70 میلیون یعنی 1000 و
$200 تقریبا. آره 1200 یا 1400 دلار پول میدی میری اونجا. تازه این پیج های اینستاگرامی و این مؤسسه ها هم اگه شما رو ببرن حدود 1700 دلار ازتون میگیرن، یعنی 3000 دلار باید بدی و بری اونجا و بورس بشی، تازه زبان چینی رو بخوای یاد بگیری. اما اگه بخوای بری اروپا، بخوای بری رومانی، اونم در واقع چیز کورس زبان داره ولی آبش اوکیه، میتونی حساب مستقیم بدی یوتیوب، درآمد رو به یورو کسب بکنی، بعدش بهت پاسپورت اون کشور رو میدن، میتونی شهروند بشی، ازدواجش راحته، ویزات به راحتی تمدید میشه و میتونی همه این کارا رو انجام بدی، یا میتونی حتی دانشگاه رو مستقیم در واقع اپلای بکنی، نیازی به دوره قبلش نیستش. آقا رومانیایی، نمیدونم رومانیایی میگن، بلدی؟ خب انگلیسی هم بلدی، میتونی بری اونجا و بگی آقا من بلدم، و وقتی یه ترم بخونی و ثابت بشه بهشون، همه کارات روال میشه و بورسیت تکمیل میشه. خب مثل کشورهای اروپایی، چون مثل ایتالیا شما هزینه، فقط باید مدرک زبان داشته باشی و هزینه 2 ماه تو با خودت ببری که میشه 4000 دلار، فقط 4000 دلار جور کنید به علاوه 20 میلیون هزینه به قول معروف چی بهش میگن، هزینه هواپیما 20 تا 30 میلیون، و مدرک زبانتون هم بگیرید 10 میلیون تومن، همین یعنی 4000 دلار و مثلا 500 دلار، 4500 دلار جمع میکنی میبری اونجا. هم زبان انگلیسی بلدی مدرکشو داری، هم ایتالیایی یه مقدار تمرین کردی ولی مدرکشو نداری، هم بورس میشی، بعد 2 ماه هزینه تو خودت که دادی هزینه بورسیه به حسابت میاد و شما میتونی دیگه از هزینه بورسیه استفاده کنی، ولی فکر کنم 2 ساله یا 3 ساله هستش که بعدش خب کار پیدا میکنی دیگه، اجازه کار رو داری، بعدش اگه اقامت بگیری که بهت اقامت میدن خیلی ساده میدن، میتونی همه کاراتو انجام بدی. در کل کشورهای اروپایی رو پیشنهاد میکنم، سعی بکنید که تا آخر سال زبان انگلیسی رو بخونید دوستان، لطفا خواهشن. بابا آه یه لحظه وایسید، وایسید یه لحظه بچه ها. این کتاب ها رو میبینید، کتاب های تاپ ناچه. خب من همه اینا رو از روی پی دی اف خوندم، قبلا خونده بودم و مسلط بودم و حتی مدرک تاپ ناچ سرتیفیکیت رو گرفته بودم حدود شاید 3 سال پیش، ولی نخوندمشون دیگه، یعنی دیگه بیخیال شدم به خاطر اتفاقایی که توی خونه افتاد و انگیزه ای که از دستم رفت، نتونستم، یعنی اصلا نمیشد بخونم، ذهنم به شدت درگیر بود و اصلا حوصله‌ام نداشتم و کل زندگیم اصلا به یه شکل دیگه داشت سپری میشد، تا اینکه اومدم یوتیوب و یه سری کارا رو انجام دادم و سعی کردم پیشرفت بکنم. حالا کتابشو گرفتم و فاندمنتال بی بچه ها، من فاندمنتال ای رو شروع کردم، فشرده دارم میخونم، یعنی برای سطح مبتدی. این که تموم بشه برای اینا میرم کلاس، چون سطحم خیلی خوب هستش و همچنان یادم هستش مسائل، فقط باید یه مرور کنم، یه تمرین کنم برای تاپنش 1 A 1 B 2 A 2 B 3 A 3 B، میرم کلاس فشرده و حتما کلاس برید و من تا آخر حالا سال میتونم یه پیشرفت بمبی رو بکنم و بعدش برم کلاس فشرده تافل و تافلمو بگیرم. خب پس بچه ها زبان انگلیسی رو یاد بگیرید، حداقل یه مدرک هر چیزی که میتونید داشته باشید، میخوای دولینگو بگیر، خب فقط بخون همه این کتاب ها بچه ها توی دیجیکالا هستش، میتونید بخرید، دونه دونه بخرید، خیلی ارزان تر در میاد تا اینکه پکش رو کامل بخرید. و اینکه من خودم قبلا بچه این سبز و قرمز رو داشتم، اوکی، به خاطر همون بقیهش رو گرفتم فقط. به هر حال حتما خواستم اینو بگم، زبان رو بخون تا آخر سال، زبانتو اوکی کن خب، و مطمئن باش که کارت ساده میشه. ببینید بچه ها، اپلای داشتیم ما، یک خانوم 41 ساله رفته هلند، پذیرش شده، مترجمی زبان انگلیسی بوده در دانشگاه پیام نور یا دانشگاه آزاد فکر کنم، و 41 ساله پذیرش شده، مدرک زبانش هم دولینگو بوده، میتونی آنلاین امتحان بدی، هزینهش هم خیلی پایینه، خیلی میتونی دولینگو امتحان بدی، فکر کنم حدود 2-3 میلیون اگه اشتباه نکنم، میتونی دولینگو امتحان بدی. بعضی از کشورها دولینگو رو قبول دارن، ایتالیا، رومانی، اسپانیا، آلمان، بعضی دانشگاهاش،
قبول دارم، میتونی تاپناچ رو کامل مسلط بشی و بری برای خودت دولینگو امتحان بدی و تمام و تمام. اوکی؟ پس بچه ها رو زبانتون کار کنید. بعد از اینکه زبان مسلط شدی، آقا میری با استاد ارتباط برقرار میکنی از طریق سایت دانشگاه های مختلف، میگه آقا من اینطورم، من زبان فولم، انگیزه زیادی دارم، دانشجوی خوبی هستم یا حتی دانش آموز خوبی هستم، تلاش کردم که مدرک زبانم رو بگیرم، فلانم، بهمانم، اینو دارم، اونو دارم، دوست دارم بیام پیشرفت بکنم، من عاشق پیشرفتم. اینا رو به استاد میگی، استاد میتونه کاری بکنه که پول بلیط هواپیمات هم رزرو بشه و جزء بورس حساب بشه. اوکی؟ پس فقط چطوره که هر روز هزاران نفر مدرک زبانشون میاد، چرا شما بمونی؟ چرا؟ بخون بابا بخون. اگه نخونی آخر سال میگی چرا نخوندم، بعد تازه میخوای فکر شروع کردن به ذهنت بیفته. الان تیر ماهیم، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند، 8 ماه فرصت داری. تو 8 ماه میتونی اصلا مدرک زبان هم نگیری، همه این کتاب ها رو تموم بکنی و اصلا مسلط حرف بزنی. تموم شده رفت آقا. عشقید یا علی.